خیلی لذت بخش است، بسیار مزه میده خصوصا با چه هوایی، چه طلوعی، باید امروز حواسم. سلام به شما دوست عزیز، محمدی کیهانی هستم با جمع از رفقا از نجف اشرف. قرار است به کجا برویم با دوستا؟ آقای دانش توضیح میده که قرار کجا رهی باشیم. آقای دانش سلام، وقت بخیر. سلام آقای کیهانی گرامی، وقت شما بخیر. حال خوب است؟ در حالی کجا رهی بخیر؟ تشکر، سلامت باشیم. ما از نجف حرکت کردیم، میخواهیم که امروز به خاطر تفریح و تفرج بعد از مدت ها سکونت و ماندن در یک جای، میخواهیم طرف فرات برویم و امروز روز دوم عید است، روز سه‌شنبه. آها بسیار عالی. خب آقای فطرت سلام، خوبی؟ علیکم السلام و رحمت الله. شما خوب و سلامت هستید؟ انشالله. انشالله با شما هم سفریم و یک تعدادی از دوستای دیگر هم هست که داخل ماشین دیگه از نجف حرکت کردیم. امروز روز عید، موریم در شط فرات برای تفریح و تبدیلی هوا. انشالله انشالله که خوش بگذره با دوستا. انشالله موفق باشید. خود دوستان گرامی، ما تازه از ماشین پیاده شدیم و در شط فرات رسیده ایم و قرار است که با آقای دانش و همچنین جمعی از دوستای دیگر خوش سر هسته بریم یک جای پیدا کنیم. درست آقای دانش؟ بله آقای مهندی گرامی، ما آمدیم اینجا از ماشین پایین شدیم. آره. و الان در صدد ازی هستیم که یک جای برای نشستن و استراحت و جای نزدیک شاید پیدا کنیم و اونجا بمانیم برای چند ساعته. یک نفر پیدا کردی اینجا، در واقع یک از بچه های عراقیه و کمک شد که ما دو نفری سورشنیم. درسته؟ آره. خیلی لذت بخش، بسیار مزه میده خصوصا با آقای کیهانی گرامی. آره، این خود فضای اطراف شط فرات هسته، نخل های خورما همهش در واقع آقای دانش نخل خورمایی. درسته؟ آره آقای کیهانی، اینجا اکثرا نخل های بلند که دیده می شود اینا نخل خورمایی دیگه، اینجا چون مناسب همی خورما زراعت خورما در واقع در اینجا رونق داره و به خاطر گرمی هوای عراق دیگه خورما در اینجا خیلی زیاد به چشم میخورد. آره در واقع ما هر چی که میبینیم از نوع درخت در عراق، اکثریتش شاید 90% بگیم که همین نخل خورما هست و خورماهایش هم که هست انواع متفاوت داره دیگه.
خب اینم از فضای خود شط فرات، خیلی فضای آرام خوب، هیچ سرصدایی در واقع چندان دیده نمیشه، البته پهلوی سرک هست اگه گاهی صدای ماشین میاد. چه هوایی، چه طلوعی، باید امروز حواسم باشد که اگر شاپرکی را دیدم آرزوهایم را بدهم تا برساند به خدا، و خدایی که خودم می‌دانم، نه خدایی که برایم از قهر، نه خدایی که برایم از خشم، نه خدایی که برایم ز غضب ساختن، و خدایی که خودم میدانم، و خدایی که دلش پروانه است و به مرغان مهاجر هر سال راه را میگویند، و به باران گفته است باغها تشنه شدند، و حواسش حتی به دل نازک شبو هم هست، و خدایی که خودم میدانم چه خدایی جان.